350 میلیون سال پیش یه ماهی دست و پا در آورد و از آب خارج شد. این ماهی اسمش تیکتالیکه. جمجمه اون مثل جمجمه تمساه، دستاش مثل دستای مارمولکه و برخلاف ماهیا اون میتونه گردنش رو به این سمت و اون سمت حرکت بده. امروز میخوایم در مورد این صحبت کنیم که این ویژگی‌ها، این دست و پای تیکتالیک، این ویژگی‌های مختلفی که موجودات دارن از کجا میان؟ چرا چی میشه که یک ماهی دست و پا در میاره؟ چرا رنگ چشم ما هر کدوم یک رنگیه؟ چرا گردن زراف اینقدر درازه؟ برای جواب دادن به این سوالا ما باید بریم سراغ ژنتیک و تکامل. از دبستان همه ما میدونیم که بدن ما از یک چیزهایی تشکیل شده به اسم سلول. هر سلول میتونه توی فرایند تقسیم سلولی یک سلول جدید مثل خودش رو بسازه. اینکه هر سلول چجوری این فرایند رو انجام بده، سلول جدید چه ویژگی هایی داشته باشه و چه کارهایی قرار انجام بده رو توی مولکول هایی به اسم دی ان ای کد گذاری میکنیم. طبق باور مرکزی زیستشناسی مولکولی، دی ان ای توی سلول تبدیل میشه به آر ان ای و بعد هم تبدیل میشه به پروتئین هایی که اون ویژگی های اون موجود رو بیان میکنن. توی همین فرایند تقسیم سلولی ممکنه اتفاقاتی بیفته که بهشون میگیم جهش ژنتیکی. توی جهش ژنتیکی ممکنه یه تغییرات خیلی ریزی توی دی ان ای اون موجود اتفاق بیفته که باعث باشه یک سری ویژگی‌های جدید به وجود بیاد. این ویژگی‌ها، ویژگی‌های جدید به وجود میان و از نسلی به نسل دیگه حرکت می‌کنن. فرایند تکامل از 500 میلیون سال پیش تا حالا وجود داشته و باعث شده موجودات زیادی به وجود بیان با تنوع‌های مختلف. یکی از این موجودات زراف است. زراف گردنش یک طولی داره طبق دی ان ایش و سعی میکنه برگ‌هایی که بالای درخت هست رو بخوره. اگه یک زرافه گردنش به اندازه کافی دراز باشه میتونه این درخت ها، این برگ‌های این درخت رو بخوره و به بقاش ادامه بده و زنده بمونه. اگر که اندازه کافی گردنش دراز نباشه، قاعدتاً از چرخه حیات خارج میشه، از بین میره و نمیتونه ویژگی‌هاش رو به نسل‌های بعدی انتقال بده. آقای داروین به این پدیده میگه انتخاب طبیعی. توی انتخاب طبیعی هر موجود ویژگی‌هاش رو به نسل‌های بعدی انتقال میده و موجوداتی که خوب نمیتونن خودشون رو با محیط طبق ویژگی‌های ژنتیکیشون وفق بدن از بین میرن و این چرخه اونا دیگه اینجا تموم میشه، دیگه ویژگی‌هاشون به نسل‌های بعدی منتقل نمیشه. بعد از مدتی زرافه‌ها بچه دار میشن، بچه‌هاشون طبق دی ان ای هاشون یک طول گردنی دارن، دوباره مثل نسل‌های قبلیشون سعی میکنن که برگ‌های درخت رو بخورن و زنده بمونن و ویژگی‌هاشون رو به نسل‌های بعدی انتقال بدن. علاوه بر ویژگی‌های ژنتیکی ما یک سری ویژگی داریم که اکتسابی‌اند. ویژگی‌های ژنتیکی تنها ویژگی‌هایی نیستن که ما رو تعریف می‌کنن. هر کدوم از ماها یک سری ویژگی اکتسابی هم داریم. یک زرافه ممکنه مثلا سعی کنه بره باشگاه بدنسازی، گردنش رو کش بده و خودش رو بهتر به برگ‌های درخت برسونه. آقای لامارک میگه که این ویژگی‌های اکتسابی هم میتونن از یک نسل به نسل بعدی انتقال داده بشن. ولی ما امروزه میدونیم که ویژگی‌های اکتسابی نمیتونن از طریق دی ان ای به نسل‌های بعدی منتقل بشن. ویژگی‌های اکتسابی مثلا کش اومدن گردن زرافه روی دی ان ای اون موجود اثر نمیذارن و میدونیم که این دی ان ای هست که به نسل‌های بعدی منتقل میشه. و با توجه به همین قضیه نسل‌های بعدی دیگه گردنشون از اون چیزی که از ویژگی‌های اکتسابیشون انتظار داشتیم بلندتر نمیشه. توی این 500 میلیون سالی که حیات به وجود اومده روی کره زمین، این فرایند تکامل و ژنتیک تونسته نسبتاً خوب عمل کنه. امروزه ما موجودات خیلی پیچیده‌ای داریم که نسبت به موجودات تکسلولی 500 میلیون سال پیش خیلی ویژگی‌های پیچیده‌تر و عجیب غریب‌تری دارن. سوالی که پیش میاد اینه که حالا که اینقدر تکامل خوب عمل کرده چرا نیایم باش ربات بسازیم؟ من اینجا چند تا ربات دارم که میخوام بهشون دروازه‌بانی یاد بدم. هر ربات یک سری ویژگی فیزیکی داره، دستش مثلا یک طولی داره، پاش یک طولی داره و یک سری ویژگی‌های دیگه هم داره که توی ذهن اون جاسازی شده. هر ربات یک مغز متفکر داره
که دقیقاً مثل مغز ما انسان‌ها یک سری نورون به هم دیگه وصل شده است. اینکه این ویژگی‌های فیزیکی و ذهنی چه خاصیت‌هایی داشته باشن و چطوری عمل کنن رو ما توی دی ان ای اون ربات جاسازی می‌کنیم. نورون‌ها از نورون‌های قبلیشون سیگنال می‌گیرن، سیگنال رو به یک تغییر کوچولوی روش اعمال میکنن و سیگنال رو به نوران بعدی پاس میدن و سیگنالی که ابتدا از چشم ربات دریافت شده توی مغزش پردازش میشه و در نهایت میرسه به دست و پای اون و ربات سعی میکنه که نسبت به توپی که به سمتش شوت شده واکنش نشون بده. ما با یک جمعیت اولیه از ربات‌ها شروع میکنیم که دی ان ای هر کدوم یه شکلی داره. ربات‌ها رو بر اساس دی ان ای شون میسازیم، میذاریمشون توی دروازه، چند تا شوت بهشون میزنیم و میشماریم که هر ربات چند تا شوت رو تونسته بگیره. اگه که ربات تعداد خوبی توپ رو تونست بگیره نگرش میداریم برای نسلهای بعدی، ولی اگه که خوب عمل نکرد و برامون راضی کند نبود عمل کردش، اون رو از چرخه رقابت و تکامل حذف میکنیم. ربات هایی که باقی موندن رو نگه میداریم و طبق دی ان ای هاشون با ترکیب کردن دی ان ای هاشون ما یک تعدادی ربات جدید میسازیم. ربات‌های جدید یک سری ویژگی جدید دارن بر اساس محدوده ویژگی‌های پدر و مادرشون. ممکنه مثلا طول دست پدر رو دریافت کنه ربات جدید، طول پای مادر رو مثلا دریافت کنه. ویژگی‌های مختلف ذهنی و فیزیکی رو دریافت می‌کنن و دوباره توی محیط فعالیت می‌کنن. با توجه به اینکه ربات توی ویژگی‌های ربات توی محدوده ویژگی‌های پدر و مادرشه، ما می‌خوایم یک کمی از این محدوده خودمون رو خارج بکنیم و ویژگی‌های جدید رو توی ربات به وجود بیاریم. این ویژگی‌های جدید ممکنه باعث بشن که ربات بهتر عمل کنه یا بدتر عمل کنه. برای این کار ما کاری انجام می‌دیم روی دی ان ای ربات به اسم جهش ژنتیکی. توی جهش ژنتیکی، حالا هم از نظر دی ان ای موجودات زنده و هم ربات، توی جهش ژنتیکی یک سری اتفاقات ریزی میفته که باعث میشه که ویژگی‌های خوب به وجود بیان یا ویژگی‌های بد. مثلا تو بدن ما ممکنه یک جهش ژنتیکی باعث بشه که یک سلول سرطانی به وجود بیاد، یا جهش‌های ژنتیکی طی تکامل انسان باعث شدن که آنزیم لاکتاز که بعد از دوران شیرخوارگی دیگه تولید نمیشه به مرور برگرده به تولید شدن و باعث بشه که انسان‌های امروزی خیلی بهتر از انسان‌های خیلی سال پیش زندگی می‌کردن شیر لاکتوزدار رو بتونن حذف کنن. دقیقاً همین اتفاق رو توی دی ان ای ربات اعمال می‌کنیم. یک سری ویژگی جدید وجود میاد و مثلا چند تا از نورون‌هایی که قبلاً به هم وصل نبودن رو به هم وصل می‌کنیم. بعد از اینکه این کارو کردیم، ربات جدید به وجود اومد، دوباره میذاریم توی دروازه، ممکنه یکم بهتر عمل کنه یکم بدتر عمل کنه. اما ویژگی‌های ارسی تنها ویژگی‌هایی نیستن که یک موجود داره. همونجور که گفتم یک سری ویژگی‌های اکتسابی هم وجود دارن. ویژگی‌های اکتسابی رو مثلا اینکه یک زرافه سعی کنه گردنش رو دراز بکنه، توی طی حیات اون موجود میتونه بهبود پیدا کنه. برای این کار ما میایم از یک فرآیند استفاده می‌کنیم به اسم یادگیری. ما بعد از اینکه یک ربات رو به وجود آوردیم، سعی می‌کنیم به اون یاد بدیم که استعدادهاش رو شکوفا بکنه. ویژگی‌های ارسی ربات صرفاً استعداد دروازه‌بانی اون رو مشخص می‌کنه، ولی تضمین نمی‌کنه که حتماً یک ربات خوب که با یک دی ان ای خاص به وجود اومده حتماً هم دروازه‌بان خوبی بشه. ما می‌خوایم سعی کنیم که بهش دروازه‌بانی رو یاد بدیم. برای این کار ما ربات‌هامون رو می‌فرستیم مدرسه دروازه‌بانی و اونجا بهشون یاد میدیم که وقتی شما یک شکلات دریافت کردی، یعنی عملکردت خوب بوده و باید سعی کنی که عملکرد بهتری از خود نشون بدی و شکلات‌های بیشتری دریافت کنی. برای این کار ما میایم از یک ویژگی استفاده می‌کنیم، از یک خاصیت استفاده می‌کنیم توی ذهن ربات‌هامون به اسم وزن‌های ذهن اون ربات. هر نورون یک عددی داره به اسم وزن. این وزن مشخص میکنه که نورون اون نورون خاص چقدر باید سیگنال دریافتیش رو تقویت بده یا کاهش پیدا کنه. ما با تنظیم کردن این وزن ها میتونیم طریقه کار کردن نورونمون رو کنترل کنیم و با مجموعه وزنایی که توی مغز ربات هستن در نهایت برسیم به عملکردی که از رباتمون انتظار داریم. با تنظیم کردن این وزن‌ها ما میتونیم عملکرد مورد انتظارمون رو از ربات بگیریم. پس ربات شکلات رو دریافت میکنه، سعی میکنه که عملکردش رو جوری تغییر بده که شکلات‌های بیشتر در نهایت دریافت کنه.
پس در نهایت ربات‌هایی به دست میان که احتمالاً نسبت به نسل‌های اولی دروازه‌بانی بهتری دارن. کل این فرایند تکامل مصنوعی، شبکه‌های عصبی مصنوعی، تمام اینها توی زیرشاخه‌ای از هوش مصنوعی وجود دارن به اسم هوش محاسباتی. توی هوش محاسباتی ما سعی می‌کنیم از الگوریتم‌هایی که توی طبیعت هستن، از پدیده‌هایی که توی طبیعت هستن برای حل کردن مسئله‌هامون استفاده بکنیم. خیلی از پدیده‌های طبیعی مثل تکامل، مثل اینکه چطور مغز ما کار می‌کنه، اینها رو به راحتی نمیشه براشون مدل ریاضی آورد یا به صورت منطقی توضیحشون داد. خیلی معلوم نیست که من چه نورون‌هایی توی ذهن من فعال شدن که امروز دارم برای شما این حرفا رو میزنم. ولی به طور کلی ما میدونیم که توی مغز ما و موجودات دیگه یک سری نورون هست و همدیگه وصل شدن، از همدیگه سیگنال میگیرن، روی سیگنال‌ها تغییر اعمال میکنن و در نهایت خروجی رو تولید میکنن. توی هوش محاسباتی از همین الگوریتم‌هایی که به طور کلی میدونیم چطور عمل میکنن ولی به طور تجربی میدونیم خوب عمل میکنن استفاده میکنیم برای حل کردن مسئله هامون. یک نمونه از این الگوریتم‌ها روشی است که مورچه‌ها مسیریابی انجام میدن تا از خونه‌شون به سمت غذا حرکت کنن، غذا رو بردارن و برگردن سمت خونه‌شون. این الگوریتم رو بهش میگیم الگوریتم کلونی مورچگان. توی این الگوریتم ما میدونیم که مورچه‌ها وقتی توی یک مسیر حرکت میکنن یک ماده ترشح میکنن به اسم فرومون. فرومون یک جور نشونه گذاری هست که قبلا مورچه‌هایی از این مسیر عبور کردن و یک جوری تجربه مورچه‌های قبلی هست از اون مسیر. توی کامپیوتر ما یک مسئله‌ای داریم به اسم مسئله فروشنده دورگرد یا مسئله‌های مشابهش که سعی میکنن مسیرها و دورهای مختلفی رو توی گراف پیدا کنن. مورچه بدون اینکه اصلا ایده‌ای داشته باشه که گراف چیه، مسیریابی چیه، الگوریتم‌های مسیریابی گراف چیان، خیلی راحت و به طور طبیعی این مسئله رو حل می‌کنه. با ترشح کردن فرومون و داشتن تعداد زیادی مورچه این مسئله به طور طبیعی حل میشه. ما هم اینجا می‌خوایم دوباره همین کار رو بکنیم. می‌خوایم فرایند طبیعی مسیریابی مورچه‌ها رو به طور طبیعی شبیه‌سازی کنیم. برای این کار ما تعدادی مورچه مصنوعی می‌سازیم. هر کدوم از این مورچه‌ها یک اول کار یک مسیر دلخواهی رو پیش می‌برن، توی مسیرشون فرومون ترشح می‌کنن و در نهایت می‌رسن به خونه‌ای که اونجا غذا هست. بعد از اینکه به خونه غذا رسیدن دوباره برمیگردن و دوباره تو مسیرشون فرومون ترشح می‌کنن. بعد از مدتی می‌بینیم توی مسیری که کوتاه‌تر بوده فرومون بیشتری ترشح شده، چون که اونجا زمان کمتری لازمه که مورچه‌ها عبور بکنن و وقتی که تعداد مورچه‌ها خیلی زیاد باشه فرومون بیشتری توی اون مسیر ترشح میشه و مورچه‌ها میدونن که از این به بعد باید سعی کنن که از اون مسیر حرکت بکنن. همین الگوریتم شبیه سازی شده که مورچه‌ها به یک روشی حرکت میکنن، مسیریابی انجام میدن، توی کامپیوتر یکی از سخت‌ترین مسئله‌های ما رو که توی زمان معقول نمیشه حلش کرد رو یک کمی بهتر حل کرد، یعنی توی زمان بهتری تونست برای ما حل کنه. کل فرایند تکامل و ژنتیک و تمام اینها فرایندهای طبیعی هستن که توی حالا هوش مصنوعی و هوش محاسباتی ازشون ایده پردازی میشه برای حل مسئله. توی هوش محاسباتی این پدیده‌ها خیلی مرز مشخصی ندارن که چقدر طبیعیان و چقدر مصنوعیان. هوشمندی ذاتاً طبیعیه. اگر که ما وجود نداشتیم باز هم مورچه‌ها دقیقاً به همین شکل مسیرشون رو پیدا می‌کردن. باز هم گردن زرافه به همون شکل دراز می‌شد و سعی می‌کرد برگ‌های درخت رو بخوره. باز هم پدیده‌های طبیعی مختلف مثل تکامل، مثل فرآیندهای مختلف وجود داشتن و هوشمندیشون رو برای ما ارائه می‌دادن. ما چه نقشی توی این هوشمندی داشتیم؟ هوشمندی ذاتاً طبیعیه. ما چیزی که داریم توی هوش مصنوعی و هوش محاسباتی شبیه‌سازی می‌کنیم ذاتاً طبیعیه. نورون‌های مغز طبیعیان. ما داریم سعی می‌کنیم از یک شبیه‌سازی شده نورون‌های مغز مسئله‌های مختلف رو حل کنیم. این مرز نامشخص و خیلی کم رنگ بین هوش مصنوعی و حالا هوش طبیعی که اسمش رو می‌ذاریم کم کم هم داره از بین میره. همین مرز نامشخص هم داره برداشته میشه. و وقتی این اتفاق بیفته چیزی پدید میاد به اسم هوش مصنوعی جامع. توی هوش مصنوعی جامع دیگه ماشین به سطحی از هوشمندی رسیده که مثل ما انسان‌ها میتونه حرف بزنه، میتونه دروازه‌بانی کنه، میتونه کارهای مختلف رو انجام بده. و وقتی هوش جامع به وجود بیاد به نظرتون ما کجای این دنیای هوشمند هستیم؟
اگه یک روزی هوش مصنوعی مثل تیک تالیک که 350 میلیون سال پیش دست و پا در آورده از آب خارج شد، دست و پا در بیاره، تکامل پیدا کنه و بالغ بشه، به نظرتون چه بلایی سر ما میاد؟ آیا ما میتونیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم برای کاربردهای پزشکی یا اینکه دنیای بهتری رو بسازیم، یا هوش مصنوعی سعی میکنه ما رو تسخیر کنه، یا این چیزهایی که توی فیلم ها میبینیم؟ ممنون از توجهتون.